حکومت سعودی از تعقیب خودسرانه خود, خود علیه شیعیان قطیف و احسا خسته نشده تا جایی که به نظر می رسد که تنها دقدقی مقام های آل سعود بازداشته این شیعیان است. گفته می شود این افراد همواره بر اساس قانون تروریسم در دادگاه کیفری آل سعود که مبتنی بر نجات پرستی فرق گرایی و وفاداری بر آل سعود است محاکمه می شوند. مقام های سعودی در آخرین حرکت خود علیه شیعیان و مبارزان عربستانی به بازداشت شیخ عبدالمجید احمد از احسا موسا خونیزی و حسین رجب از فعالان رسانه قطیف و حسین متوه از فعالان اجتماعی قطیف اقدام کردند. در همین راستا خانواده متوع اعلام کردن نیروهای امنیتی محمد المتوع معلم و فعال اجتماعی را پس از یورش این نیروها به منزلش در شهرک اروبیعه در جزیره دست دستگیر کردن و وسایل شخصی وی از جمله تلفن و کامپیوتر را بدون ارائه هیچ دلیلی مصادره کردند پس از انتشار اخبار مبنی بر عدم حضور موسی خونیزی فعال رسانه ای وبسایت مرآت و جزیره متعلق به مخالفان حکومت سعودی نوشت خبر بازداشت موسی خونیزی پس از انتشار فیلم ویدیویی که از آزار و اذیت تاریخی شیعیان در عربستان سخن میگوید تایید شد اخبار به دست آمده هاکی از آن است که خونیزی به دلیل شیعه بودن مورد آزار و اذیت قرار گرفته و اصل ادعای رایج درباره سازگاری بین دو شیعه و سنی مردود است گفتنی شهر احسا سهم بزرگی از بازداشت های اخیر را شاهد بوده به طوری که نیروهای امنیتی عربستان در طول روزهای اخیر بیش از 20 نفر را بازداشت کردند علی اکبری اخبار شیعه